با سلام به همه دوستان در این درس از ادامه درس های گرامر آلمانی به روش آسان از کانال دویچ پرزش تیوی میخواییم پاسیو رو یاد بگیریم پاسیو گراماتیکی هستش که در سطح بیتسوای هست و به دلیل اینکه بحثش گسترده است در این درس قسمت اول آموزش پاسیو رو با همدیگه کار خواهیم کرد فرموش نکنید که اگر میخواید گرامر آلمانی رو به روش آسون از سطح مبتدی تا پیشرفته یاد بگیرید عضو کانال دوچ پرزیش تیوی در اینستاگرام یوتیوب و فیسبوک بشید که لینکش رو هم الان رو تصویر مشاهده میکنید خب پسیو یعنی چی؟ پسیو به جمله میگن که فائل یا کننده کارش مشخص نیست و یا اینکه اهمیتی نداره که, که چه کسی اون کار رو کرده و اصل اون کار مهمه جمله اکتیو به جمله میگن که فاعل کار و یا کننده کار مشخص باشه به طور مثال این جمله که این پایین نوشتم ich lade meine freundin zum essen ein ich lade meine freundin zum essen ein یعنی من دوستم رو به صرف غذا دعوت میکنم این لادن الان زمان حاله این لادن هم تقنباه هست جدا میشه درسته این میره آخر جمله لاده میمونه قسمت در جایگاه دوم جمله کننده کار کیه؟ ایش یعنی من دعوت میکنم کی رو دعوت میکنم دوستم را به صرف غذا درسته؟ حالا من میتونم که این جمله رو به حالت پسیو بگم پسیو یعنی چی؟ یعنی اینکه که کننده کار که من باشم و حذف میکنم و میتونم بگم که دوست من به ناهار دعوت میشه درسته دوست به نهار دعوت میشه یعنی اون مفعول دعوت میشه و کننده کار مشخص نیست کیه یا این میتونم تو جمله بگم یا میتونم نگم حالا همین جمله رو در حالت مختلف پسیو با هم دیگه یاد میگیریم حالت اولش زمان حال هستش پرزنس پسیو پرزنس زمان حاله یعنی میخوام بگم که دوست من دعوت میشه خب گرامرش چجوریه بایستی وردن رو صرف بکنید برای حالا اگر من تو او ما شما ایشان صرف میشه و در آخر جمله هم پارتیسیپ وای میاد یعنی چی جایگاه اول جمله میشه اون مفعول مستقیم یا اکوزاتیوی که داریم ماین اف درسته ما داریم تو فارسی هم همینو میگیم میگیم دوست من برای نهار دعوت میشه خب پاسیو نکتهش بود واسه فاعل رو حذف می‌کردیم درسته پس ایش حذف میشه ما اینو یا جایگاه یک وردن فعل دیگه جایگاه دو واسه صرف بشه میشه ورد ماینه فریندین ورد zum essen ادامشه و پارتیسیپل 2 einladen میشه eingeladen به همین سادگی دوستان یعنی اگر بخوایم این جمله رو پاسیو بکنیم که در حالت پرزنس حال هست بخوایم بگیم که دوست من به نهار دعوت میشه میگید ماین فرایندین ورد زوم اسن اینگلادن ماین فرایندین ورد زوم اسن اینگلادن حالا کننده ی کار رو هم میشه گفت در بیشتر مواقع با فون میتونید بگید خب یعنی بعد از فعل میگم که ماین فرایندین ورد فون میا زوم اسن اینگلادن ماین فرایندین ورد زوم فمیا یعنی دوست من از طریق من برای غذا دعوت همچین منیم یا از من بعد از فون هم همیشه داتیو میاد حالا تو جملات پاسیف اصلا حسن پسیو اینه که شما کننده کار رو میتونید حذو کنید یعنی من فون میار الان اینجا براتون اضافه نوشتم که جمله کاملش رو یاد بگیرید ولی موقعی که آدم پسیو استفاده میکنه معمولا این کننده کار رو میذاره کنار مگر اینکه لازم باشه گفته بشه پس meine Freundin wird zum Essen eingeladen. Meine Freundin wird von mir zum Essen eingeladen. In Halate Präsenz hast. Das passive Hal. Yani Jomle Majhule Hal. حالا همین جمله رو اگر بخوایم گذشتش رو بگیم گذشتش چیه؟ پسیو که باید وودن وودن صرف بشه و آخرش پارتیسیبتس میاد تو حالت حال وردن صرف میشد تو حالت پسیو وردن صرف میشه ما من چی بود ایشلاد ماینه فرندین زوم اسن این حالا اگر مشابه جملاتی که پسیو بالا درست کردیم بخوایم گذشتهش رو بگیم یعنی بگیم که دوست من برای نهار دعوت شد در گذشته دعوت شد کافیه که وردن رو صرف بکنیم برای Die dritte Person, ja, sehr schachs. Hollate, äh, Mofrat, meine Freundin wurde, wurde zum Essen eingeladen. Und mein Baller, mein Essen wird, äh, also meine Freundin wird zum Essen eingeladen. Hollate, präteritum, ich meine Freundin wurde zum Essen eingeladen. Bei ja, meine Freundin wurde von mir zum Essen eingeladen. Ja, nicht als Mann, als der Mann. برای صرف غذا دعوت شده که همونطور گفتم تو کروشه نوشتم که بدونید اینو میتونید اصلا نگید یعنی در اصلم خیلی کم استفاده میشه ولی الان خب جمله کاملش رو شما در به این جمله یاد میگیرید من Freundin wurde فون mir zum اسن eingeladen. این از حالت تق تومش بود یعنی گذشته حالا یه حالت دیگه برای گفتن گذشته ما داشتیم و اون هم پرفکت بود که بیشتر در زبان گفتاری استفاده میشه حالت پرتقیتون پسیو بیشتر در حالت نوشتاری استفاده میشه یعنی اگر بخوان تو روزنامه یا اخبار حتی در گفتاری هم استفاده میشه میگم بسته به اون محله ای داره یا اون منطقه ای داره که شما دارید تو آلمان زندگی میکنید ولی اکثر اوقات از حالت پرفکت برای گفتن جمله پسیوی که در گذشته اتفاق افتاده باشه استفاده میشه خب نکتهش چیه اگه بخوایم از یک جمله اکتیو بخوایم یک پرفکت پسیو بسازیم یعنی یه اتفاقی که در گذشته افتاده ولی حالت پسیو تشکیل میشه از زاین یعنی زاین باید صرف بشه در جایگاه دوم جمله آخرش هم میاد و آخرش هم وردن میاد خب دوستان اینو نبستی با اون فعل وردنی که ما در درس‌های قبل کار کرده بودیم اشتباه بگیرید برای همین من دارم درس های پسیو و جداگونه درس میدم که با همدیگه اشتباه نگیرید خب حالا من حالا میخوام بگم که دوست من به, اس... به, غذا دعوت شد خب گفتیم و از زاین صرف در حالت پسیو درسته مین فرندین است زوم اسن eingeladen worden. Meine Freundin ist von mir zum Essen eingeladen worden. یعنی دوست من از طریق من به صرف غذا دعوت شد داریم راجع به گذشته حرف میزنیم درسته در از پق تقتون و پرفکت میتونن تقریبا هم معنی باشن ما که ما دا داریم راجع به گذشته صحبت میکنیم ولی خب اگه گذشته نزدیکتر بود باعث از حالت پرفکت پسیو استفاده کنید اگر گذشتهش خیلی دورتر بود از حالت پق تقتون استفاده کنید مثلا شما دوستتون رو 6 ماه پیش دعوت کرده بودید به غذا یا یه ماه پیش ترجیح هم میتونید پیقه تقیقتوم استفاده کنید ولی اگه به فرض دیروز پیروز دعوت کردید میتونید پرفکت استفاده بکنید پس چی شد ترکیبی از زاین در جایگاه دوم جمله آخرش هم پارتیسیب زوای اون فیل میاد و وردن مین فرندین است زوم اسن eingeladen worden. خب این هم از حالت پرفکت پسیو خب حالت بعدی که هست بهش میگم پلوس کوام پرفکت پسیو حالا لزومی حتما این اسما رو یاد بگیرید مهم استفاده شده که بتونید شما به جای حالا یاد گرفتن اسمای گرامری بدونید استفاده اش چطوریه و بتونید در نامه ها و زندگی روزمره ازش استفاده کنید پلوس کوام پرفکت وقتی هستش که از زمان پرفکتی که ما تو جمله بالا یاد گرفتیم دورتر باشه به زمان حال یعنی عقبتر باشه در این حالت بایستی حالت گذشته یا زاین که واقن باشه صرف بشه آخرش پارتیسم میاد و وردن یعنی تقریبا مشابه بالاست بالا زاین با پایین واقن یا گذشته یا زاین بسی صرف بشه یعنی تنها کافیه اون مفعول مستقیم یا همون آکوزاتی رو که ماینفوندین خوندین باشه رو بذارید جایگاه یک بعد واقعا رو صرف کنید که میشه وا سوم اسم خب توضیحه eingeladen worden. حالا سوم اسن هم اصلا میشه،, میشه, نگفت یعنی ما همینطور که اسم فون میا رو حذف کردیم یعنی کننده کار رو میتونیم بگیم من فخوندین و وا اینگلادن واردن یعنی دوست من دعوت شد حالا به چی دعوت شد توضیحش این سوم اسنه که اون وسط اومده و همینطور جمله بالا رو میشه گفتش من فخوندین است اینگلادن واردن ببینید جمله کاملا صحیح معنی هم داره اگه توضیحات بیشتر بخواد میشه گفتش که فون میاد سوم اسن یعنی از طریق من به صرف غذا خب این هم از پلوس کوام پرفکت پسیو بود خب حالت بعدی که هست فوتور آینس پسیوه که البته این حالت خیلی کم استفاده میشه ولی حالا یاد گرفتنش خالی از لطف نیست فوتور آینس یعنی آینده ی حالت اول پسیو جمله پسیو یعنی جمله مجهول تشکیلی از وردن هست و اینفینیتیو پسیو یعنی میگیم که ماین فرایندین ورد انگلادن وردن یعنی دعوت خواهد شد ماین فرایندین ورد انگلادن وردن و یا ماین فرایندین ورد فون میاد زوم اسن انگلادن وردن در اینو کم استفاده میشه ولی خب هم دو گفتم یاد گرفتنش خوبه چون بالاخره جزو گرامر آلمانی هستش و حالت بعدی هم همینطور فوتور سوای برای پسیو یعنی حالت آینده شماره دو برای جمله مجهور هم ترکیبی از وردن که بایستی صرف بشه و پارتیسیپ 2 بعد آخرش هم وردن میاد میشه ماین فرندین ورد انگلادن وردن زاین میدونم که یه مقدار حالا در ظاهر پیچیده است ولی خب به این معنی هستش که دوستم دعوت خواهد شد یه چه معنی میده گرچه این جملات معمولا تو فارسی خیلی معادل دقیق ندارن چون ما تو آینده فارسی چندین تا زمان مختلف نداریم ولی خب طریق استفاده ازش رو یاد گرفتید و ولی خب همتون گفتم فوتور آین و اتصفای پاسیو خیلی به ندرت استفاده میشه بله دوستان حالا به عنوان تمرین شما میتونید جمله زیر رو در حالت های مختلف پسیو بنویسید خب به عنوان تمرین یه جمله ساده براتون در نظر گرفتم اشفاق داس آتو اشفاق داس آتو یعنی من این ماشین رو این اتومبیل رو میرونم حالا اینو سعی کنید حالت های مختلف پسیو رو براش جمله سازی کنید یعنی هم در حالت پرزنس بگید هم پرفکت بگید و هم پرتقیتوم حالا اگه پلوس کوان پرفکت هم خواستید میتونید بگید این درس قسمت اول پاسیو بود در ویدیوی بعدی پاسیو در حالتی که با مودال ورب ها میاد رو با هم دیگه یاد خواهیم گرفت امیدوارم دیدن این درس لذت برده باشین دوستان عزیز تا درس های آینده بدرود